درود، با سلام، با عشق به همه شما یاران ایران فردا، منتقدان درجه یک، مشوقان خوب، همدلان و همراهان. گفتم برای برنامه خودم رقیب تراشیدم. دوست من میگفت این برنامه شما و ایران فردا رو ما خیلی دوست داریم. برای پنجره رقیب تراشیدم. اب نداره. همش یه خانواده است و همش ایران فردا است. ما در واقع ابزارهایی هستیم برای اینکه این مجموعه مورد پسند شما قرار بگیره. میدونم بعضیاتون بعضی برنامه رو بیشتر دوست دارید. اشکال نداره. ولی یک دوست عزیزی از ایران به من میگفت، از شمال، گفت ای رضا ما رو مشغول کردی و همینجوری از صبح همه رو دنبال میکنیم، دوست داریم ترانه تو، نمیدونم آهنگایی که میزنیم، برنامه چمتا، برنامه چارسو، برنامه زیر آسمان، برنامه هر کدومو که میگی به یه نوعی ما دوست داریم، برنامه شاهینپر، برنامه اسداللهی، برنامه میبودی عزیزم، دونه دونه همه رو ذکر میکنن، ترانه باران، برنامه فیم، برنامه خانم دکتر خزایی، برنامه آقای هر کدوم بگم که سیروس، دکتر سیروس مشکی، دکتر حسین لاجوردی، نوید محمدزاده عزیز و دیگه که جا انداختم، امیدوارم جا انداخت، سود و الباقی برنامه. خب رامین الان به من گفت 14 تا پیام از دفعه قبل مونده. اول اونا رو میشنویم بعد میام سراغ پیام های این هفته. ببخشید پیام ها خیلی زیاده، من نمیدونم چی کار بکنم. میشنویم نخستین پیام پر از مهر رو، و حتی اگر انتقادی باشه من که نمیدونم، بازم پر از مهره. گوش بدیم. صبح یا شب شما بخیر آقای دکتر نوری‌زاده. من از اسرائیل با شما صحبت میکنم و سپاسگزارم از صمیم قلب از برنامه های خوب و متنوع شما. در یکی دو هفته قبل یک شنونده شما به نام آقای داوود قلعه‌وند با شما تماس گرفتند. ایشون یکی از دوستان صمیمی من بوده و هستند و متاسفانه سالیان درازی است که از او خبری ندارم. اون در شهر بروکسل در بلژیک زندگی میکنه و از آقای داوود قلعه‌وند استدعا دارم اگر صدای منو میشنوه با این تلفن تماس بگیره، از ایشون سپاسگزارم. آرزوی شنیدن صدا و دیدن روی ماه او هستم. تلفن من. دوست من اجازه بدید آقای قلعه‌وند حتما صدای شما رو میشنوند، با ما هم تماس خواهند گرفت، من شماره تلفن شما رو بهشون خواهم داد. سپاسگزارم. بیننده بعدی. دکتر جان خیلی انشاءالله میشه شو الان دیگه برنامه آقای شالنگیری هم دیدم، چقدر جالب بود که برای بچه سلیمان آقا جاوی هرکل و اون جاها رو نشون دیدم، چه نویسنده ها، چقدر خوب، خیلی برنامهش خوب بود. یاد اون موقع افتادم که خودم که اوکیزی داشتیم و میرفتیم بیشتر منطق نفتی برنامه داشتیم، بیشتر انکس و اونجا واسه مدیرم بودم، بعد من بود مثلا دو شب بودن، دو شب یه رفت میشود 24-5 از اونجا میرفتیم منطقه هفته مچه سلمان آقا جاری نام پیشی اونجا، به هم واسه مدیر های شب میزدیم، هر شب سه جا میزدیم، سه تا برنامه داشتیم، بعد میامدیم میرفتیم برای اونجا که مال نفت بود، بوی نفت اینقدر خوشم میاد، از این بوی نفت خیلی خوشم میاد. قربونت برم، من چه بگذاریم منوچهر عزیزم همیشه لطف داره، مرتب برنامه رو میبینه و مرتب پیام به ما میده و چقدر این پیام ها دلپذیر. اگه میدی اینجا میزدم به خاطر صدای خودم برمیگشت توی گوشم، ببخشید. ممنونم منوچهر جان. او خودش هنرمند نازنین و عزیزه و
وقتی هم یاد میکنه از اون جنوب و مسجد سلیمان و هفتگل و آقا جاری و اهواز و دسفول و آبادان و خرمشهر، وقت دل منم تکون میده به یاد اون سالهای خوب. هموطن بعدی. سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟ انشاءالله که حالتون خوب باشه. دکتر نوری‌زاده، میخواستم ببینم این درآمد حاصل از پروژه های سپاه مثل خاتم الانبیا و نهادها، بانک ها و این که مثل یه اختاپوس اوستدس رو این منابع و درآمد های کشور، میخواستم ببینم این درآمد چجوری به کی میره. ممنون. ببینید عزیزم، این نمیتونم الان بیام براتون بگم حسن و تقی و نقی، نه. مافیا یه مجموعه است، یعنی شما به هر حال یه پدرخوانده داری، وردست داره، زیردست داره. صادق محصولی رو که میگی یه 40-50 نفر بهش وصلن، هر کدوم اینا رو در یه گوشه. آقای مرداد بسپاش که 600 میلیون تومن پاداش میگرفته، یه مجموعه هم بهش وصلن، با خودش میبره. حالا امروز میاد تو وطن امروز، اون روز توی نمیدونم شرکت سایپا بوده. حالا به چه دلیلی بسپاش باید بره شرکت سایپا؟ در نتیجه اینا مجموعه. رستم قاسمی یه مجموعه است، دوزیه وزارت نفت اون انجام داده، یه مجموعه. خاتم الانبیا یه مجموعه است، و اینا به هر حال مافیان دیگه. مافیان بر کشور ما هم چنگ انداختن، درست این مافیای شیکاگو. منتها اون وقت اونا عرق و ویسکی قاچاق و غیره میفروختن، اینا وطن رو دارن میفروشن، کل مملکت رو. هموطن بعدی. سلام به دکتر نوری‌زاده عزیز، امیدوارم که هرچی زودتر بهبود پیدا کنم. این سوال خدمت شون داشتم، میخواستم این همین آقایون آخونده که همشون تو کاخ زندگی میکنن، نون امام زمانه میخورن، چیزی رو بنده خدا رو کردن تو چا یه جایی ندارن به اون بدن که بیاد بیرون لاغل شادمان دیدیمش. قربان روزت خوش. دوستم، تو برنامه روز پنجشنبه گذشته راجع به این مسئله ظهور و غیبت صحبت کردم. اینها مسخره دارن میکنن، شما رو مسخره میکنن، مردم رو مسخره میکنن. یه وقتی اگر نیمه شعبان جشن گرفته میشد اعتقاد داشتن مردم، حتی پادشاه مملکت اعتقاد داشت، ولی الان چون اینا اعتقاد ندارن همه چی رو مسخره گرفتن، شوخی میکنن، دست میندازن، جمکران درست میکنن، نامه تو این برای زنا، نامه تو اون برای مردا. کل این قضیه چه توهینی است به هوش یک ملت، به دانش یک ملت. نسل جوان باید به خودش بیاد فکر نکنیم، بگه آخه چجوری اینا تن سر ما کلا میذارن. اما راجع به خونه هاشون که میگین، این آقای شجونی که میگفت من هیچی ندارم، تو برنامه که با آقای رشید پور بود گفت بله من خونم رو قبل از انقلاب خریدم 700-800 هزار تومن اون زمان، الانم چند میلیارد میارزه. چند نفر از آحاد ملت ایران در قبل از انقلاب قادر بودن خونه 700 هزار تومنی بخرن؟ از همون زمان اینو مشغول بودن. هموطن بعدی. جناب دکتر نوری‌زاده با درود به شما، من راستش بد ناراحت شدم از یکی از برنامه های شما که همتنم داره میرازه همین الان که ساعت روز شنبه ساعت ببخشید واقعا نمیتونم صحبت کنم، ولی شنبه ساعت 2 بعد از ظهر که باز پخش برنامه ترانه باران بود و الان راجع به استاد شجریان صحبت میکردن، آقای شفول و عباسی اگر که اشتباه نکنم، فکر کنم همین آقا بودن، و چنین از آقای شجریان چیزایی گفتن که من به عمرم نتونم، من تمام فکر کنم دوستدارانشون اصلا از خاطرشون هم عبور نمی کنه که استاد شجریان یه همچین حرفایی زده باشه که باعث، یعنی کاملا نشون میده که یک آدم خودخواه خودشیفته این حرفا رو زده. خواهش میکنم ازتون تمام برنامه رو تمامش رو ببینید و بعد قضاوت کنید، و اگر که من حدسم درسته
آقای شاپور عباسی باعثی از بیننده خورد از تماشاچی های شما عذرخواهی بکنم. خیلی خیلی ممنون از یک دوست از نزدیک ناتینگهام. قربان شما، خداحافظ. سپاسگزارم بانوی گرامی. من نمیدونم آقای عباسی کیه، نمیشناسمش اصلا. برنامه ترانه بارانم معمولا حرمت بسیار برای استاد شجریان قائله. من میدونم پرسیس از علاقمندان به استاد شجریانه و هیچگاه من ندیدم در اونجا ذره ای اهانت، که چه از بکنم، دور باد محال، حتی نمیدونم یک انتقادی از استادانی مثل او بگو. کار برنامه این نیست. من نمیدونم شما کجا اینو دیدی، چه بوده، ولی در حال قول میدم تحقیق کنم. اگر چنین چیزی بود، مسلم بدونید که من در برابر اون واکنش نشون خواهم داد. استاد شجریان عزیز منه، دوست نازنین منه، بسیار رو دوست دارم، احترام میگذارم. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. قربان، درود بر شما. من از آریزونا زنگ میزنم. میخواستم هم از کارگردان، مسئولین و جناب آقای نوری‌زاده تشکر کنم. برنامه میم اف سخن، اگه اشتباه نکنم، میم اف سخن، واقعا من برنامه طنز در زندگیم زیاد دیدم. هیچ برنامه‌ای به این قشنگی اجرا نشده و اینقدر طنز قشنگ و گفتار قشنگی که فکر میکنم از میم اف سخن. میخواستم که ازشون تشکر کنین، از آقای نوری‌زاده و تمام کسی. واقعا برنامه ایشون شیرینه و دیگه چیزی برای گفتن ندارم به غیر از تشکر. من رضا از اسکاستل آریزونا. ممنونم رضای عزیز. فهمیم سخن یک نویسنده بسیار ارزشمند و عزیزه و بیشترم کارهای جدی می نویسه، نقد کتاب، مسائل روز، مسائل سیاسی تحلیل می کنه و این طرح برنامهش، در واقع طرح برنامهش دنیا از نگاه فهمیم سخن، در یه گفتگوی که با هم داشتیم ریخته شد و همونطور که گفتید یه طنز ویژه‌ای داره. طنز او کاملا متفاوت با دیگر طنز هست، همونطور که مثلا هادی خورسندی عزیزم یک طنز ویژه خودشو داره با اون قدرت خلاقی شاعرانش، او یک برنامه داره. فهمیم سخن یه نگاه دیگری داره در طنزش که آمیزه است از موسیقی و شعر و ادبیات و در این حال آینه گرفتن برای نمایش عمل کرده اهالی ولایت فقیه. منم بسیار خوشحالم که همکاری چنین نازنین رو در کنار داریم. هموطن بعدی. سلام، خسته نباشید. آقای دکتر نوری‌زاده، من همیشه برنامه شما رو با احترام دیر نگاه میکنم و بسیار ممنون میشم که به سوالات من دقیقا پاسخ بدید. اخیرا یک گروه مسلح تروریستی کرد خودشان را اعضای منحله از اعضای حزب دموکرات منحله کردستان ایران معرفی کرده بودند. در حسنوی آذربایجان با نیروهای امنیتی درگیر شده و از هر دو طرف تعداد کشته به جای گذاشته و دبیرکل این گروه آقای حسن شرفی که از میهمانان بسیار گرامی تلویزیون شما هستند و همون ادامه دهنده راه آقای عبدالرحمن قاسمی که افراد ایشان بعد از انقلاب به طور مسلحانه در بسیار از مناطق کردستان و آذربایجان غربی ضمن ایجاد ناامنی و ضرر زیان جانی و مالی و معنوی بسیار به کشور و بسیار از افراد و فرزندان معصوم ایران به دست اینها کشته و سر بریده شدند و شما چندین بار این شخص را به شهید لقب دادید. حضرت عالی چه نظری در مورد این درگیر اشنوی که هیچ ربطی به کردستان ندارد دارید؟ اگر در ایران اعراب، عروسها و ترکا هم دست به چنین کارهای بدن سعج سلمانی نشان میدید و کرده ها در عراق و سوریه
از فرصت استفاده میکنن و جغرافیای خودشون را گسترش میدن و جنوب شرق ترکیه را با بمبات منفجر و حمله های انتحاری ویران کردن. چرا همیشه شما آنها را محق میدانید؟ خیلی ممنون، تشکر. دوست نازنین من، اولا شما یک حزب با 70 سال سابقه مبارزه رو حزب منحله میگید. این اصطلاحیست که رژیم به کار میبره، پس شما نباید در جایگاه رژیم قرار بگیرید، حزب منحله دموکرات. نکته دوم این که توی 20 سال گذشته شما کجا شنید که حزب دموکرات کردستان یا کومله کار مسلحانه کرده باشه؟ کار مسلحانه نکردن، این رژیم بود که بهشون حمله کرد و اونا دفاع کردن. حضور اینها در کردستان یا در آذربایجان غربی، در جنوب ارومیه، در اشنویه و غیره، این حضور حضور برای جنگ نبود، اونا نمیده بودن به جنگه، یه حضور فرهنگی بود، کار سیاسی و فرهنگی میکردن، ولی به روشون گلوله ریختن و در ناچار اونا دفاع خودشون کردن. و من امیدوارم ادامه پیدا نکنه، چون هم حزب دموکرات کردستان و هم کومله راه مبارزه غیر مسلحانه رو دنبال میکنن. اونا خیلی روشن باور دارن که در برابر یه رژیمی که 500 هزار نیرو داره با اون توپ و تانک و اسلحه و بیرحمی، طبیعتا اینا نمیتونن جنگ مسلحانه بکنن. این به ضرر مصلحتشون، به ضرر کردها، به ضرر ایرانه و رهبریشون و شوراشون به این نتیجه رسیده و پیرو این راه و خط هست. زنده یاد دکتر قاسملو، حتی رفت نشست مذاکره کرد، چون دنبال جنگ نیستن، میخوان حقوق حقشون رو داشته باشن، همانطور که آذربایجانی ها باید حقوق حقشون رو داشته باشن، عرب های ایران، بلوچ ها، کرد های خراسان، تالش ها، بویر احمدی ها، قشقایی ها، تمام اقوام ایرانی باید حق بختیاری ها باید حقوقشون داشته باشن، لورها باید حقوقشون داشته باشن، همه ایرانیان، ساکنان جزایر خلیج همیشه فارس باید حقوق خودشون داشته باشن. اینه که اینجا خود بی لطفی کرد. کاک حسن شرفی معاون دبیر کل حزب دموکرات، یکی از شریفترین، آزادترین آدم هاییست که من میشناسم، عاشق ایران، عاشق همبستگی پیوند ایران، دشمن تجزیه طلبان. اینا یادتونه شعار زنده یاد دکتر قاسملو این بود، خودمختاری یا خودگردانی برای کردستان، دموکراسی برای ایران. وقتی دموکراسی بود همه چی حل میشه، وقتی ایرانی ها با هم فرق نداشتن، سنی و شیعه و مسیحی و زرتشتی و یهودی و بهایی و بیدین، همشون شهروند ایرانی به حساب آمدن، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. هموطن بعدی، برنامه آقای دکتر نوریزاده بسیار خوب، به خصوص که امروز لباس رو روشن پوشیدن، صفحه تلویزیونم روشن شده. خیلی خیلی ممنون که به توصیه من گوش کردید، مرحمتتون زیاد. سپاسگزارم دوست من. وقتی هم تلفن میزنین لطفاً اون صدای تلویزیون رو بیاریم پایین که ما صدای شما رو با اون مخلوط میشنویم. ممنونم، چشمم به توصیهتون عمل میکنم، بازم روشن میپوشم، تابستون اومد دیگه. هموطن بعدی، الو، از تهران زنگ میزنم، مجید هستم، از برنامه خودتون متشکرم. این برنامه سیاسیشو آقای نوریزاده رو بیشتر اضافه کنه. با تشکر، مجید از تهران، خدافظ. مجید جان ممنونم، سلام منم به اهل تهران برسان، دلم خیلی تنگ شده. این هفته، هفته گذشته تو برنامه‌ام تصویری که انتخاب کرده بودن پل طبیعت تهران بود. بله، به هر حال به اون شهر باید سر بزنم دیگه، خانه من اونجا بوده، زندگی من در اونجا، به دنیا اومدم، بزرگ شدم، مدرسه ایران رفتم، جهان تربیت رفتم، هدف رفتم، فخرازی رفتم، بوعلی سینا رفتم، دانشکده حقوق رفتم. بله، قاصد آمد، قاصد آمد، گفتمش آن ترک سیمین بر چه گفت؟ گفت با هجرم بسازد. گفتمش دیگر چه گفت؟ هموطن بعدی،
آقا با سلام. آقای نوری‌زاده من قبلا زنگ زدم خدمتتون، بابک هستم از ایران دارم زنگ می‌زنم. تنها راه مبارزه با اینا رو مبارزه یکی مدنی باشه، مبارزه باشه خون و خونریزی نباشه، مبارزه باشه که طرفایی که واسدن مبارزه دارن میکنن دهنشون برای جوابگویی درست باشه، منطقی باشه. تنها راش اینه، عدم پرداخت پول آب و برق و گاز که ندن و چقدر به استفادهش میشه از نظر خزینه، چقدر اتحاد متحد میشن مردم وقتی پرداخت نکردن اینا، وقتی اینا هر کدوم یه ابزار دارن، یه ابزار دارن که بتونن با این ابزار جواب بدن، با این ابزار مبارزه کنن، ابزارشون هم آب و برق و گازه. شما متاسفانه فکر نمی کنید که بشه این همه داستان، این همه حرف، این همه صحبت، این همه گفتن. ما باید از ریشه نگاه کنیم، از پایه نگاه کنیم، نه اینکه برگردیم این حرفا رو بزنیم اما راه مبارزه نداشته باشیم. راه مبارزه اینه که شما تبلیغ کنید، بگید مردم پول آب و برق و گازشون ندن، خودشون میرن وصل میکنن، نمیذارن به اون شکل بشه. مبارزه همینه. شما فکر بکنین، اگر فکر کردین درست نبودش یا ممکنه خدا نکرده خط قرمز داشته باشین، بگین این حرفا رو نزنین. تنها راه مبارزش همینه، هیچ چیز دیگه تو دستتون ندارین، نمیتونین هیچ کاری بکنین. متشکرم، وقتتون بخیر، خداحافظ. شما درود به شما دوست نازنین. ببین عزیزم، در مبارزات یه وقتی گاندی در هند اومد گفت آقا نمک نخرید، پارچه های انگلیسی نخرید، موثر بود، خیلی موثر. مردم میرفتن از کنار دریا نمک در میوردن میخوردن، ولی اون نمک ساخته شده رو نمیخوردن، لباس هم نمیخریدن، فاستونی انگلیسی کسی نمیپوشید، برگشتن به لباس های بومی خودشون. این تأثیر داشت، اما این تأثیر در نتیجه وجود رهبری بود و اون مجموعه رهبری بود که ملت هند براش اعتبار قائل بود. گاندی وجود داشت، جواهر لال نهرو وجود داشت، لال بهادر شاستری بود، کسانی بودن، مولانا ابوالکلام آزاد بود، کسانی بودن، خود جناح بود، به هر حال کسانی بودن که در نزد مردم آبرو و اعتبار داشتن. وقتی اونا میگفتن و خودشون هم در صف جلو ایستاده بودن و تحمل شدائد رو میکردن، مردم میپذیرفتن. شما الان بگید به مردم که آقا شما قبض برق و آب و گاز و تلفنتو نده، میگه خب چی کار کنم، من بچه کوچیک تو خونم دارم، چجوری آب بش بدم تو این فصل گرمای تابستون، بچه من داره لهله میزنه. آقای نوری‌زاده تو اونجا نشستی تو لندن، خیال جمع داری به من میگی برقو ندم، خب برقمو قطع کردن چیکار کنم؟ اگه روزی ما به این نقطه رسیدیم که من نوری‌زاده و 100,000 نفر دیگه، 200,000 نفر دیگه با هم پاشدیم رفتیم وارد ایران شدیم، وارد کشور شدیم، از خودمون همت نشون دادیم، مردم دیدن صادقیم، راست میگیم، ترسی از مصائب و مشکلات و دستگیری و اینا نداریم، وقت مردم هم لبیک میگن، جواب میدن، آماده فداکاری میشن. تو جریان انقلاب من یادم نمیره نفت و بنزین نبود، مشکل بود، جوانا میرفتن تو صف نفت میگرفتن، بنزین میگرفتن، میمدن در خونه افراد مسن میدادن. این همبستگی آیا دوباره پیدا میشه؟ بعد از 37 سال که این رژیم مردم رو به گونه بدی هدایت کرده. حالا الان جاش نیست که راجع به این مسئله، ولی توی یکی از برنامه‌ام راجع به صحبت خواهم کرد. ممنونم. هموطن بعدی. سلام، خسته نباشید. من راجع به این گفتار آقای دکتر سازگارا صحبت میکنم. اولا تمام دنیا، یعنی اونایی که یکی سرسون میشه میفهمن که تمام گرفتاری ها به خصوص ایران دیر سر انگلیس هست. آقای ابراهیم یزدی مهره انگلیس بوده، امریکا بوده. اصلا آقای ابراهیم یزدی مأموریت پیدا کرد که به پاریس و این علمشنگر را بندازه با قطعه
در تماس گرفتیم دارم همه حرفا رو این آقای یزدی میدونه، اصلا مهره امریکاست. و آقای دکتر سازگاه ها میبینی که میگه که الان انگلیس ها پول میدن به میدادن، حالا الان نمیدونم میدن که بهشون فوش بدن. بعد سیاهی بعد از این که اتفاق میفته خودشون میان کارهای خلاف خودشون رو میکنن. تو خدا توجه بکنید این مسائل. ممنونم دوستم. فقط یه نکته رو بهتون بگم، دکتر یزدی و مرحوم قدس‌زاده خیلی با هم بد بودن. از اون ابتدا قدس‌زاده اصلا تحمل آقای یزدی رو نداشت، همینطور آقای بنی صدر رو، خیلی با هم بد بودن. نمیدونم پاسخی نداره سوال شما، یا شما اظهار نظری فرمودید که خب بسیارم ممنون شنیدیم. هموطن بعدی، با سلام، از تهران تماس میگیرم و درود و خسته نباشید میگم به همه کارکنان تلویزیون ایران فردا، به خصوص جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیزم. عرضم به حضورتون که آقای نوری‌زاده وقتی که صحبت میکنن برنامه این دارن که خودشون به صلاح برنامه مستقلشون رو اجرا میکنن، گاهی وقتا صحبت که میکنن مثل اینکه تو دلشون دارن با خودشون صحبت میکنن و صداشون نمیرسه. این خواهش میکنم آقای نوری‌زاده توجه بکنن و یه دقت بیشتری داشته باشن روی اینکه ما هم اینجا شنونده هستیم، دلمون میخواد صدای رو بشنویم. وقتی صحبت میکنی سرت رو یه مقدار بالا میگیری مثل اینکه صدا به میکروفون نمیرسه، یا چجوری هست که صداشون خفش نمیشه. بی‌نهایت سپاسگزارم، موفقیت روزافزون برای همگی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. سپاسگزارم دوست من. این انتقاد و ایراد بجا رو دیگران هم دارن و ما تلاش میکنیم از نظر فنی این مشکل حل بشه. من نمیدونم، من دو تا هم میکروفون دارم اینجا، امیدوارم حل بشه بالاخره بعد از 3 سال و اندی. هموطن بعدی، با سلام، به آزادمرد عرصه فرهنگ و سیاست جناب دکتر نوری‌زاده. بزرگی گفته برای مبارزه با تاریکی چراغی روشن داریم و به هم این شبکه چراغ روشن فرهنگ برای ما مردم داخل کشوره که دسترسیمون به منابع اطلاعاتی خیلی کمه و متاسفانه به خاطر مشغله‌های روزمره مثل گرونی و سانسور کتاب‌ها وقتی مطالعه هم نداریم. آقای دکتر، عاجزانه درخواست میکنم برنامه آقای شاهین‌پر رو افزایش بدید. این خواهش رو به عنوان تمنا معذرت، دست شما رو میبوسم، فدای شما بشم، آرزوی موفقیت روز ازتون براتون دارم. قربان شما. سپاسگزارم دوست عزیز. برنامه آقای شاهین‌پر حتما در فصل جدید افزایش پیدا خواهد کرد، اینو بهتون قول میدم، چون خودم هم باشون صحبت کردم و انشالله در فصل بعدی این کار رو خواهیم کرد. هموطن بعدی، سلام آقا، من از تهران زنگ میزنم. الان چهارشنبه ساعت 20 دقیقه به 11 صبح، ساعت 8:09 امروز این برنامه دکتر جهانشاهلو افشار رو گوش دادم. خداییش خیلی لذت بردم، یعنی خیلی لذت بردم، خیلی متاسف شدم، خیلی برام جالب بود، به خصوص اون شعرهایی که راجع به ایران اون آخر گفتارشون گفتم. من اومدم خودم تونتون بنویسم، نتونستم. خواستم خواهش کنم که اولا تشکر کنم که این برنامه های بسیار جالب رو میذارین. ما چه ایرانیای خوبی داشتیم و داریم که قدرشون رو نمیدونستیم و نمیدونیم، هنوزم نمیدونیم. الهی که آقای نوری‌زاده رو خدا توفیق بده بهشون که سایه‌شون بر سر ایرانی ها باشه، واقعا سایه‌شون بر سر ایرانی ها باشه که چقدر روشنگری میکنن، چقدر زحمت میکشن، چقدر برنامه های خوب و عالی درست میکنن. اون آقای کبیر پریشب چه برنامه جالبی داشت. من زنگ زدم به شاگردام، اونایی که ما خرم آباد و بروجرد، گفتم بچه‌ها گوش کنین، بگیرین اگر دارین ایران فردا رو گوش کنین، ببینین چقدر شماها نیاکانمون
پدران ما چه هنری داشتن، چه روزگاری داشتیم، چه آزادی. خلاصه خیلی من ممنونم، نمیدونم الانم دارم الان چه جوری صحبت دارم میکنم، دارم میدم خونه مادرم عیادتش، ولی گفتم اول تلفن کنم به شما بگم که خیلی خیلی ممنونم. من خیلی دلم میخواد این شعرهای آقای دکتر جهان شاهلو کامل بنویسم ولی که نتونستم. حالا اگه بار تکرار بشه چجوری بتونم داشته باشم. قربون شما هم صحبت کردن من هم که دیگه خیلی بد شد، ببخشید. خدا حافظ، خیلی خیلی دوستتون داریم. خدا قربان شما بانوی گرامی، آموزگار، معلم، استاد، ممنونم که به شاگرداتون چنین گفتید. سپاسگزارم. داشتن بینندگانی مثل شما اسباب غرور من و همکارانم هست. هموطن بعدی. با درود به همه دستاندرکاران تلویزیون وزیر و زیبای پیران فردا، من درخواستی داشتم به نیک واقعا تشکر میکنم از همه برنامه‌هایی که ساخته میشه، خصوصا برنامه دکتر نوری‌زاده. اخیرا من دیدم در بی بی سی برنامه‌ای تو اسم بله پردار پخش شد که میگفتن ایران باستان زنان دو شوهری بودند و نمیدونم سیغه و ازدواج موقت رواج داشتیم. بله ما از نظر تاریخی خواستم دکتر نوری ندارم یا واقعا این موضوع بوده که کارشناس بی بی سی به این جریان پرداخت یا این خلاف واقعه، چون بعضی واقعا این رو رد کردن. میخواست اگه بشه این رو بررسی که ممنون میشم. سپاس از برنامه. متاسفانه دوست من اون برنامه بی بی سی رو ندیدم، ولی در این که در زمانهای اخلاقیات مختلف در جهان هست، یه وقت یادمه در کلاس شیش دبیرستان تو درس فلسفه و منطقی که داشتیم، دکتر قیاسیان و آقای نبهی اشاره میکرد دو نبهی که وجدان نسبیه و وجدان بر پایه منطقه شکل میگیره، محیط زیست زندگی. از نظر وجدان ما پدر بزرگ و مادر بزرگ پیرمون رو جلوی شیر گذاشتن جنایته. از نظر آدمایی که تو جزایر پلوپونزی زندگی میکنن این یک رحمته و خدمته که اونا عاجز نمونن، بدبخت نباشن، میذارشون تو جنگل شیرا بخورنشون. حالا میخوام بگم در اون زمان نوعی اخلاقیات بوده که مثلا در روم باستان هم جنسگرایی بسیار وسیع رواج داشته، یا در دوره های در خود ایران دوره صفویه، یا ازدواج با محارم در زمان های متداول بوده، یا چند زنی، اغلب پادشاهان و بزرگان چندین زن داشتن یا کنیز زیاد داشتن. و اینه که خب بعد از اسلام هم به صورت کنیز و جاریه و غیره وجود داشته. بله، زمان آدم رو میسازه و چگونه میکنه. در زمان شاه تماسب قبل از اینکه توبه بکنه 5000 روسبی خانه و امرت خانه در اصفهان بود، روسبی های مرد و روسبی های زن. هموطن بعدی. سلام. سلام خدمت آقای نوری‌زاده خوب من، نوری‌زاده دوست داشتنی. عشق من فقط آقای نوری‌زاده است. ازش یه خواهش دارم که آقای بهرام مشیری رو توی برنامه هاشون بیارن، چون آقای بهرام مشیری متفکر و پژوهشگر مهمی هست که کتابی هم داره می‌نویسه که انشالله چاپ بشه و ماها بتونیم از این کتاب استفاده کنیم. خیلی ممنون و متشکرم. از تهران زنگ میزنم. خدا حافظ. سپاسگزارم دوست من. بهرام مشیری دوست منه، دوست عزیز و بسیار بهش احترام میگذارم. ایشون در تلویزیون پارس مشغول هستن که در امریکاست و خب حتما هم از طریق ماهواره میبینیش، فکر کنم روی آسته یا روی هاتبرده، نمیدونم روی یکی از این دوتا، ولی به هر حال ایشون اونجا برنامه داره و ما اون اولم که میخواستیم یه صحبت هایی کردیم با هم. امیدوارم یه روز در هر دو تلویزیون حضور داشته باشیم. هموطن بعدی. با عرض سلام با آقای دکتر نوری‌زاده، ناصر هستم از کرج. یه مسئله رو فقط آقای نوری‌زاده می‌خواستم براتون بگم. شما در گفته‌هاتون همیشه
آقای خامنه ای، آقای خمینی، ولی به آقای اوباما که می نویسید فقط خطاب می کنید اوباما یا به رئیس جمهورهای دیگر. این آقای خمینی و آقای خامنه ای رو یکم حذفش کنید. از این ندارم. ناصر از کرج، خیلی ممنون، برنامه‌تون خیلی عالیه، خدا حافظ. ناصر جان، زبان من، فرهنگ من، نوع خطاب کردن من چنینه، من نمیتونم بگم. بله خامنه امروز اینو گفت، یعنی ولی آقای اوباما رو وقتی من خیلی آقا بیشترم میگم، یا باید بگم پرزیدنت اوباما، یعنی یک واژه بیگانه رو به کار ببرم، یا باید بگم اوباما رئیس جمهوری آمریکا. اما راجب آقای خامنه ای یا آقای خاتمی یا دیگران، اونایی که جنبه روحانی دارن لقب روحانیشون رو میذاریم، آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام، فلان. اونهایی هم که سویل هستن، غیر روحانی هستن، واژه آقا رو گذاشتن، این جزی از ادبیات ماست. نشانه اینه که ما حرمت میگذاریم برای بینندمون، دوست نداریم اون زبان لغو کوچه و بازاری حرف زده بشه. من جز شروطم در این تلویزیون برای همکارانم بوده، حتی وقتی انتقاد میکنید از یه رژیمی، از دستگاهی، افراد رو با القابشون یاد بکنید. تو خبر همیشه من به این مراقبم و تو برنامه های دیگه. در حال ممنونم ازت، خیلی از پیام ها موند باز برای هفته آینده. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.